سلام به دوستای عزیزم، به کانال هدالی شف خوش اومدین. کباب مای تابعی یا کباب تابعی جزو یکی از غذاهای ثابت سفره ما ایرانی هست که هر چند وقت یه بار حتما درستش میکنی. کسایی که غذاهای گوشتی رو دوست دارن حتما کباب مای تابعی جزو یکی از غذاهای محبوبشونه. امروز میخوام براتون کباب تابعی گیلانی درست کنم که خیلی خوشمزه و خوشخوراکه و از نظر طعم و مزه با اون کباب تابعی که میشناسیم فرق داره. پس آخر این آموزش با من باش که پشیمون نمیشی. 300 گرم گوشت چرخ کرده یه مخلوط گوسفند و گوساله رو توی کاسه بذار. یه پیاز تقریبا بزرگ رو رنده کن، آبش رو بگیر و به گوشت اضافه کن. نصف قاشق مرباخوری نمک، نصف قاشق مرباخوری فلفل سیاه و نصف قاشق مرباخوری پودر سیر یا 3 حب سیر رنده شده اضافه کن. گوشت رو با پیاز و ادویه هایی که اضافه کردی حسابی ورز بده تا گوشتی مقدار حالت چسبندگی پیدا کنه. در ظرف رو ببند و بذارش توی یخچال نیم ساعت بمونه تا گوشت استراحت کنه و طعم ادویه ها و پیاز به خوردش بره. تو این فاصله که گوشت توی یخچاله بریم سراغ درست کردن سس غذامون. یه پیاز بزرگ رو رنده کن و بریزش توی روغن. به جای رنده کردن پیاز میتونی نگینی ریزم خوردش کنی. تفتش بده تا یه مقدار پیاز سبک شه. وقتی پیاز سبک شد، نصف قاشق مرباخوری نمک، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، نصف قاشق چای خوری زردچوبه و نصف قاشق مرباخوری پودر سیر بهش اضافه کن. یه دقیقه ادویه ها رو با پیاز تف بده. مقدار ادویه هایی که من توی آموزشام میگم یه مقدار استانداردیه. شما با توجه به ذائقه خودتون میتونین ادویه ها رو کم و زیاد کنین. بعد از یکی دو دقیقه که ادویه ها رو با پیاز تف دادین، 5-6 تا گردوی خرد شده بهش اضافه کنین. 2-3 دقیقه تف بدین تا بوی خامیش گرفته بشه. چون گردو سری میسوزه، حرارت باید کم باشه. شما میتونین گردوها رو هم توی میکسر بریزین و هم میتونین با گوشکوب خوردشون کنین. بعد از اینکه گردوها رو هم تفت دادین، یه قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه کنین و با مواد تفتش بدین تا بوی خامی رب از بین بره و رنگ باز کنه. حواستون باشه که روغن زیادی برای سرخ کردن مواد نریزین، چون گردوها بعدن روغن پس میدن. اگر روغن زیاد ریخته باشین غذاتون چرب میشه. 2 تا قاشق غذاخوری سرپر رب انار باید به موادتون اضافه کنین. چون رب انار من خونگی و یه مقدار سفته، بهش آب جوش اضافه میکنم تا رقیق بشه. بعد به مواد اضافهش میکنم. شما هم سعی کنین از رب انار خونگی استفاده کنین که خیلی سالمتر و خوشمزه تر از رب انار کارخونه ایه. کیفیت غذاتون هم خیلی بهتر میشه. رب انار که یه مقدار رقیق شد به مواد توی قابلمه اضافه کنید. نصف لیوان آب جوش هم بریزید. هم بزنید تا مواد با هم ترکیب بشن. این مقدار موادی که من دارم باش کباب تابه یه ترش درست میکنم برای 4 نفر کافیه. در قابل منو بذارین و با حرارت متوسط اجازه بدین هم گردو و روغن پس بده و هم سس غذا درست بشه. توی یه مایتابه دیگه یه مقدار روغن بریزین و روغن رو کف مایتابه پخش کنین. گوشت رو که با پیاز و ادویه طعم‌دار کرده بودین و کف مایتابه بذارین و با دست گوشت و کف مایتابه پهن کنین. البته شما میتونین به جای اینکه گوشت رو یه تیکه کف مایتابه پخش کنین،
مثل کتلت و کوکو که درست میکنین، یه تیکه از گوشت رو بردارین، با دست بهش شکل بدین و کف مایتابه بچینین. هیچ فرقی نمیکنه. همینطوری که من دارم انجام میدم، گوشت رو به اندازه که میخواین برش بدین. با حرارت بالا اجازه بدین یه طرف گوشت سرخ بشه. حواستون باشه حرارت پایین نباشه چون گوشت آب میندازه. یه طرف گوشتا که سرخ شد برشون گردونین تا طرف دیگه شون هم سرخ بشه. یه مقدار زعفرون دم کرده هم روی گوشتا بریزین. البته این کار اختیاریه و شما میتونین انجام ندین، ولی اگر یه مقدار زعفرونم بریزین عطر و طعم گوشتتون خیلی بهتر میشه. دو طرف گوشتا که سرخ شد از توی روغن درشون بیارین. اگه تا اینجا این آموزش رو دوست داشتین، لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال سابسکرایب کنین. سس غذامون آماده است که گوشتا رو بچینیم توش. یه مقدار از سس روی گوشتا هم بریزین تا طعم سس کامل به خورد گوشت بره. در قابلمه من رو ببندین، با حرارت متوسط اجازه بدین 45 دقیقه بمونه تا هم گوشتا مغز پخت بشه و هم سس غذا جا بیفته. بفرمایین، اینم از کباب تابهی ترش ما که یکی از غذاهای محلی شمالیای عزیزه. به جای اینکه کباب مایتابه‌ای رو همیشه یه جور درست کنی، یه بار این مدلی امتحانش کن. اگر از غذاهای ترش خوشت میاد، مطمئن باش که عاشق این غذا میشی.